کودکی آقا. برای چی؟ نیم ساعت پیش به هوش اومد. من به قول خودم عمل کردم و گذاشتم ببینیش. حالا نوبت توئه که به قولت عمل کنی. بهتره بری و دیگه بر نگردی. پای قولم وایسادم. من فقط زنده موندن نهایت برام مهم بودم. میدونم شما خیلی دوستش داری. میدونم همه چیهای خوب دنیا رو براش میخوای. آرزو میکنم به آرزوتون برسی. با امید دیدار. بهتر بگی خدا نگهدار. خدا نگهدار آقای فرش. به سلامت پسر. رسول جان بفرمایی. سلام پسرم. سلام عزیز. خسته نباشی. چیه؟ هیچی. بفرمایی. قابلت نداره. این توت دامادم از فرزاد براد آورده. نشی جان. دست در نکنه بیبی. شما نبودی بابا چی کار میکردی؟ خدا حفظت کنه مادر جان. چی شد از بیبی خبری گرفتی؟ نه نوست. کلافه هم خیلی عزیز. انشالله که صحیح و سلامته. بگو ببینم از عروس خانم چه خبر؟ خوبه. یعنی مرخصش کردم. الهی شکر. حالا چی شده پسرم؟ چرا خودتو حبس کردی؟ چیزی شده؟ چی بگم با؟ زندگی سخت میگذره. رسول بدو خط تلفن را افتاد. خط تلفنم. سلام از خانم. سلام مادر جون. بیا تو بخور. عزیز جان جز خدا حافظ. بیا عزیزم آب میوه تو بخور. بعد از اینکه خوردی یکم دراز بکش استراحت کن. ازش خبری نشد؟ نه هنوز هیچی. من دیگه میخوام بلند شم. میخوام برم بیرون. صبر کن. کجا میخوای بری؟ تو اصلا حالت خوب نیست. تازه امروز وقت دکترم داری. از مرزی خبری نشد؟ چرا یه زنگ نمیزنه؟ نمیدونم. به خدا خودم هم موندم. یکم استراحت کن حالت جا بیاد.
برمیگردی؟ نمیدونم. حبیب هل وضع وار رایح؟ بعد فروختون باید تحویل بدم. چیه دخترمو؟ برای ما نگران شدی؟ یا از تیر و ترقه عراقی ها میترسی؟ همه کسوم. آقا داره میره؟ سلام بیبی. سلام. دست درد نکنه. خدا عمرت بده آقا حبیب. پسرم خیلی نگران بود. پسرت نگفت تهران چه خبره؟ امن و امان. آقا پسرت نمیخواد دسته ای قرتی بازی ها در بیاره بیاد پیش ننش؟ خدا هیچ کس محتاج و درمونده نکنه آقا حبیب. الهی آمین. خدا حافظ بیبی. مواظب پسرم باش. ما رفتم. دیگه مگه بازم روزه ای؟ خیالم و بیبی راحت شد. خدا رو شکر بیبی که سالمه، ناهید خانومم که به هوش اومد. ای خوش شانس. حالا که میخوایی بری خواستگاری؟ باید برم خرمشهر. دختره تهرانه، تو میخوای بری خرمشهر؟ بیبی باید بیاد تهران. تو میخوای بری دنبال بیبی. ساندویچ تو بخور. خوش به حاله. 350 سال عمر میکنه. اقراق میکنی. پیانی چی شدن؟ لابود در قفسشون رو باز گذاشتی، اینا هم پر زدن رفتن. حواس ندارم بیبی. نکنم خواد یه بلایی سرمون بیا. چه بلایی؟ نمیدونم. میگم وقتی قراره یه بلایی نازل بشه حیوانا جلوتر میفهمه. چه حرفا میزنی بیبی؟ به تو یاد نیست زلزله اون سال؟ آه. اسب خالو وسی اخونه چارنل زد بیرون به طرف نخلسونا. تا خالو بسی از خونه اومد بیرون بره پیش، تاق نیومد پایین. خب از صبح تالا نشستی پای این قفس. اگه اومدنی بودن خب تالا اومده بودن دیگه. انگار صداشون میاد. بی بی ساکت. عبدالصاده. شوکت خانم. شاید لای شاخه ها باشن. ما که میدونم مثل دفعات قبل پیداتون میشه. یعنی کجایین؟ کشور در اختیار نیروی هوایی غیور ارتش جمهوری اسلامی ایران می رسول. آقا رسول.
بفرمایید. بیا رادیو رو گوش کن ببین چی داره میگه مادر. تا اطلاع ثانوی تعطیل است. مزدوران عراقی در این حملات با آتش توپخانه سنگین خرمشهر را هدف قرار دادند و چندین واحد مسکونی بیران. Thank you.
حالت خوش نیست؟ خرمشهر سقوط کرده. سقوط کرده نکرده من نمیفهمم. با چی میخوای بری؟ قطار. وسیله دیگه هم هستا. چی؟ با کشتی هم میتونی بری. بدبخت، مگه بلیط گیر میاد؟ این همه ملت ریختن تو واگونا دارن میرن جنوب. بعدش هم با... کجا میخوای بری؟ تو دهن عراقیا؟ سعید، بی بی مون جان، اینو میفهمی؟ دختره چی؟ نمیخوای باش خدافظی کنی؟ نه. بیا برو باش خدافظی کن. اینطوری شاید راحت‌تر بتونه فراموشم کنه. تو چی؟ چی کار زندگی من داری تو؟ ای خدا فراموش کنم نکنم آقاش میخواد ببردش خارج. اینجا هم که جنگ، توی بسط حرف حسابت چیه سید؟ بیا بریم خونه مرزی خانم. اونجا برای چی؟ همین حرفایی که به من زدی بیا بریم به اون بسط. شما یه قول و قرارای با هم داشتیم، یادت نرفته که؟ ای ناهید میدونست تا الان منو 10 بار رای جنوب کرده بود. بدبختی اینه که 2 تا اتفاق بعد توی یه زمان برام افتاده. خدا بزرگ، ایشالله یکی از همین روزا 2 تا اتفاق خوب توی یه زمان برات میفته. خدا را چه دیدی؟ تو هم باش میری؟ من یه سری کار دارم باید سرسامون بدم. دانشگاه هم شاید باز بشه. روزنامه نوشتن عراق شکست سختی خورده. به حرفای روزنامه نگاه نکنی، شهر مفتاده دست عراقی ها، هیچ کی داخل شهر نمونده. این وسط چه بلای سر بی بی من اومده خدا عالمه. رسول اگه بخوای میتونم باهات بیام؟ برای من نه، انشاءالله وقتش بشه خودت میای. چرا خودت اینا رو بهش نگفتی؟ من بهش میگم، اما فکر نمی کنم ناهید بتونه ازت دل بکنه. میدونم. برمیگردم مرزی خانم. به ولا دلم پیشش. از ناصر چه خبر؟ ناصر؟ به کلانتری خبر دادم. دیرتون نشه. ای اشکال نداره، هر وقت شد حال ناهید از شما بپرسم. من اگه جای شما بودم با آقای یعقوب حرف میزدم. آدم خوششانسیه. ناهید که به هوش اومد، منم که چیه؟ حالا این دفعه تو رو واسطه کرده؟ من و اون با هم توافق کردیم، بهت نگفته؟ عرض کردم آقای فرشی، اصلا نمیدونه من اومدم خدمت شما. یعنی باور کنم فرشی، اون داره میره جنوب، معلوم نیست چه بلایی سرش بیاد. ازتون خواهش میکنم بذارین برای آخرین بار اینا همدیگه رو ببینن. اگه همدیگه رو ببینن که دیگه آخرین بار نمیشه. اگه من ازتون خواهش کنم چی؟ همچی میگی من انگار پسر جون، رفیق تو آدم زبر و زرنگیه، هیچ اتفاقی هم واسش نمیفته. اما اگه دختر منو ببینه سرنوشتشو عوض میکنه. ناهید اونقدر وای میسه تا اون برگرده. بعد وقت دخترتون نمیپرسه این پسر که این همه بهش علاقه داشته کجا رفته؟ خب راستشو بهش میگم. میگم جنگ شروع شده بود، خرمشهر دست عراقی‌ها بود، آقا رسول نتونه صبر کنه تو به هوش بیای. ولی آخه آقای فرشی، عجب جونورایی هستین شما. بابا تو برو رفیقتو متقاعد کن که بره دنبال سرنوشتش. من بدون ناهید از دست میرم. اگه اونو همدیگر رو ببینن روزگار همه مو سیاه میشه.
حبیب. آه زائر، الحمدلله جون سالم به در بردی. منیر، منیر کو؟ آه منیر داخله. حسام کجا؟ خوابه. آقا حبیب تو حیات خونه تون جا برای اسبابامون نداری؟ آه جا؟ آه کو؟ اونها خونه بی بی، خونه بی بی جا هست. حبیب بی بی کجا؟ یا پیغمبر بی بی کجا؟ بابا ما رفتم نبود. نبود؟ آقا حتما جلوتر فهمیده زده بیرون. همیشه مادر دلواپس بچه هاشه، حالا تو دلواپس مادرتی. الهی تو پشت پناهشون باش. رسول جان میگم اگه میشه، اگه تونستین، من از سلامتیتون بیخبر نذارین. خواهش میکنم. آج خانم فکر کردی به این راحتی میتونی از شهر من خلاص شی؟ من میمونم، این آقا رسوله که میخواد بره. حلال موکو عزیز. حلال زندگیت باشه مادر، حلال تندرستیت باشه مادر. رسول جان به التماس دعا دارم. سلامتی رهبر بر رزمندگان اسلام صلوات. اللهم صل علی محمد. خوب شانس آوردیم که رو بوفه جامون دادن. میگم قبلا ما جای هم دیگه رو ندیدیم؟ نه فکر نکنم. تبس بعد زلزله شما اونجا نبودی؟ گفتم که نه. و برای سلامتی آقای راننده بلند سلامات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پاسکا جوخا و کلی جنس دزدی گرفته بودن. برو مینیم بابا حال نداریم. آه چی گفته؟ خورم شهرم زلزلم برم برای چپو. میگن همچین کامل دست عراقی هست. برای سلامتی رزمندگان اسلام. میگم با تو هم دستت بنداز. آره خب که چی؟ اونا که زیر آوار میمونن با یه کفن میرن. یه کفن میفهمی؟ کفنم که جیب نداره، اما جیبای منو ببین، بازپور باشن دیگه. آدم های داخلی اتوبوس دارن میرن برای جنگ. روت میشه باشو یه جا بشینین؟ راحت میشی کمت خیلی سیره که اینجوری حرف میزنی. آره الله وگیری چقدر حق ماموریت میگیری که بری جنگ ها؟ شنیدم از خرمشهر چیزی باقی نمونده، عراقی ها همه چی رو بردن. اینو داشته باش، یادگاری از بچه ها خورم شه. یک رو به استراحت میکنیم. کجایی؟ خورم آباد.
بالاخره با قرص خوابش بود. ببریم. بالاخره رفت. آقا جون، رسول و ناهید واقعا هم دیگر دوست دارن. فراموش میکنن، یادشون میره، میشه یه خاطره، شاید مثلا یه خاطره خوش. جایی که من دارم میبرمش مرزیه، یه دنیای دیگه است. اونجا هر کسی هر جوری که خواست زندگی میکنه. اینجوری هم بابت دخترم خیالم راحته، هم میدونم که پسرم سربازی نمیره. اینا رو دارید میگید که بحثو عوض کنید. من ناهیدو خوب میشناسم، ما با هم بزرگ شدیم. اگه فراموش نکرد چی؟ به نظر منم به سادگی فراموش نمیکنه. باید بکنه، مجبوره. ناصر حالش چطوره؟ بعضی وقت تو تعجب میکنم یه همچین پسری دارم. ازش خبر ندارم. یعنی چی؟ یعنی گم شده؟ پسرتون تصمیم گرفته ناپدید بشه. ناصر؟ مگه کاری کرده؟ به کلانتری خبر دادم، فردا هم باید برم برای توضیح. یعنی چی ناپدید شده؟ برای چی؟ از کی؟ اگه میدونستم که به کلانتری خبر نمیدادم. صبر کن ببینم چی داری میگی؟ ببین آقا جون، شما در حق من و برادرم پدری کردی. بابت خوبیایی که با ما کردین تا آخر عمر ازتون ممنونم. ولی به نظر من شما در حق ناصر کوتاهی کردید. و حالا این کار رو دارید در حق ناهید میکنید. چرا به من هیچی نگفتی؟ از کی از ناصر خبر نداری؟ از اون شبی که میخواست بره مسافرت. اتفاقا ناهیدم خونه ما بود. هرچی بهش اصرار کردم فایده نداشت. گفت این سفر خیلی براش مهمه. میتونید از ناهید بپرسی؟ نه من اصلا صلاح نمیدونم. ناهید الان تو وضعیت خیلی حساسیه که فشار روی فکر میکنم حالشو خرابتر بکنه. گفتی کی میخوای بری کلانتری؟ فردا. من باهات میام. فکر نمیکنی یکم دیره؟ دیره برای چی؟ که نگران پسرتون باشید. برای چی باید نگرانش باشم؟ چی خواسته که بهش ندادن؟ خونه که توش زندگی میکنه مال منه. بهترین دختر دنیا رو براش گرفتم. بچه قنداقی که نیست. برای چی باید نگرانش باشم؟ اگه اون لیاقتی همچین زن و زندگی رو نداره، چرا من باید سرزنش بشم؟
خیلی خوبه، خدا رو شکر. به نظر من دیگه مشکل خاصی نداره، فقط استراحت فراموش نشه. بله حتما. مینو جون لطفا بایستا. میخوام راه برم. مراقب باش. به به. سلام خانوم. سلام. خوبی؟ خوبم ممنون. خیلی خوشحالم که اینطوری میبینمت. حال نامزدت چطوره؟ خوبه؟ میدونستی خیلی خاطرتو میخواد؟ همش پنهونی میومد به دیدنت. پنهونی؟ چرا پنهونی؟ خب این آخریا برات یه مراقب گذاشته بودن، پیر مرد بیچاره همش میخوابید. دیگه چی؟ خب بعضی وقتا میومد آروم دم گوشت زمزمه میکرد، بعضی وقتا با خودش میخندید، بعضی وقتا هم بغض میکرد. چی میگفت؟ من که به همکارام گفته بودم اون با اسرائیل سر این دختره کل کل میکنه، هی اون میکشید هی این میکشید، ولی من مطمئن بودم که تو میشنوی چون حالت بهتر میشد. اصلا به خاطر همینم بود که پدرتون اجازه داد اون بیاد به دیدنت بدون هیچ مراقبی. پیر مرد بیچاره همش میخوابی. بله. الو الو، صداتون نمیاد، بلندتر. منم رسول. سلام رسول، خوبی؟ صدات ضعیفه. آه، از نایی چه خبر؟ هنو بیمارستانه؟ نه، ولی حالش بهتره، همش سراغتو میگیره. رسول مادرتو پیدا کردی؟ هنوز نه. رسول، رسول تو باید... الو؟ الو؟ کیه؟ خواستگار ناهید، میخواست حالشو بپرسه. سلام عليك زاهر احمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. سلام عمو، شلونك؟ سلام هلا عمي رسول، اهلا وسهلا. نيت كيف هلا بيك؟ خوش آمدید. خدا رو شکر که سالمین. بنت امی شلونه چین؟ زین الحمدلله. خدا رو شکر. چطور تا اینجا اومده خودت؟ اما جاده های اصلی که همه بسته بود، تیاره هم که این طرف ها نمیاد، نه قطار هم همه پر بودن. بله. انداختم از جاده خز اومدم. خوش اومدی، خوش اومدی. سلام پسرمو، خوش اومدی. سلام دخترمو اسامه جانم چپدی. اما بی بی کجا؟ قلبی کادله.
عمو رسول بس يك لحظة. بيبي انجا نيش بن بعد حرف دارا تو محل یه نفر پیدا نشد دست بیبی منو بگیره بیاره؟ یعنی همه فقط به فکر نجات جون خودشون بودن؟ ما اصلا برای چی طلبکارو؟ حق داری امو، همه حق دارن. رفته بودم تهران گردش، نه قرار بود برم تهران درس بخونم برگردم اینجا کار کنم. گفتی خب این پیرزا که پسر داره خودش. دست همه تو درد نکنه امو رسول. واویلای بود که نگو و نپرس. خودت بذار به جای مردم شهر. عراقی ها مثل یعجوج و معجوج اومدن شهر گرفتن کوچه و پس کوچه، هر کیه دیدن یا با تیر زدن یا به اسارت گرفتن. من تو لنج بودم، همه صداهای شنیدم، همه آتش هم دیدم. یک مرتبه راحله اومد مثل مرغ سر کنده، خواستم برم تو شهر نذاشت برم. گفت الان منیر و حبیب دارن فرار میکنن، منیرم قول داده که بیبی حتما با خودش میبره. من دیگه موتورلنج چالو کردم زدم به راه. از آسمون آتش میبارید، من نفهمیدم چطور اومدم اینجا والله. یعنی بیبی ما الان کجا هست؟ الان زندن یا مگه نمیشه میگفتی چند تا پیرم بیشتر رو بقیه پاره کردی؟ ما چی کار کنم الان؟ ها؟ جواب نیزهر، ما الان چی کار کنم؟ آتشم نزن رسول. حالا من 100 تا پیرم یا 1000 تا پیرم بیشتر از تو پاره کردم، حالا به درد چه میخوره؟ ببین، منیر حبیب فرستاد دنبال بیبی. حبیب رفت اومد گفت بیبی نیست. معمولا هر جا بیبی میرفت به منیر میگفت. خب حبیب ها؟ بله میفهمم. میخوای بگی دوماد بی غیرتم دروغ گفت؟ عمو به سرت نزنه بری خرمشهر. خرمشهر نیست.